یک مدت رئیس نشرات شاروالی کابل بودین، از جمله رئیس هایی بودین که بعد از سقوط حکومت در حکومت ماندین و جایی نرفتین. یک زمان یک نفر اگر میخواست که یک کار انجام بده، یک کار ناشده با پول میتونست شد بسازه. هنوز هم هست پول کار ناشده شد میسازه؟ به عنوان یک شهروند برشان میگم، امی کسایی گفتن ما وکیل پارلمان هستیم یا نماینده مردم، مثلا وکالت هم میوانه کنار، اگر این مردم تو را میخوای و از اونا هستی، چرا از این مردم فرار میکنی؟ چگونه پست سخنگویی یا هم سخنگوی شاروالی کابل را قبول کردین و چطور اونا یافتن واسطه داشتین یا نظر و استعدادی که شما داشتین اونا گفتن که باید این پست باید شما بیاین کار بکنین؟ فلحال سرکایی که ساخته میشه هنوز هم زورمندای هستن؟ خاطری که دشت برچی باشه برای یک تعداد افراد، یک پاکت قومی، یک پاکت سیاسی و یک را داشته باشه. بسیار زیاد خوش آمدین بارگزای صاحب. قربانتون، قربانتون باشه. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و دوستای عزیز امون رقم که برتان گفتم، نعمت‌الله بارکزی مهمان ویژه ماست. سلام و کلام داشته باشین بارکزی صاحب. قربانتون، تشکر. سلام مجدد خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیزتان، خوشحال هستم در خدمتتان هستم. بخیر سلامت باشین. دقیقاً یک کمک متفاوت از فضای زیبای کابل عزیز، بالخصوص پارک زرنگار. بارکزی صاحب، صحبت‌ها رو از اینجا آغاز می‌کنیم که می‌خوایم بیشتر در مورد شما معلومات پیدا بکنیم و دوستای عزیز همچنان که منتظرش هستن که نعمت الله بارکزی کی است، از کدام ولایت است، در فامیل چند نفر هستین و تحصیلاتتان میشه که امروی ما شریک بسازین بارکزی صاحب. باز بگویم بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصلا از ولایت فرا هستم، به دنیا آمدیم در کشور ایران، تقریبا تا صنف 9 روج درس خواندیم، اوجه سیکل میگن یا سوم راهنمایی. دیگه دکانداری کردیم زیاد وقت، مستری خانه داشتیم یک وقت و مکتب را در ملیسه شیخ محمد نادر ایوبی خواندیم، پانتون را در پانتون برق رشته لیسانس ژورنالیسم را تمام کردیم، ماستری را هم در پانتون کاتب خواندیم رشته جامعه شناسی و فعلا در خدمت شما هستم. کل چی جواب دادم بخیرم؟ بخیر سلامت باشین بارکزی صاحب. شما یک مدت رئیس نشرات شاروالی کابل بودین، از جمله رئیس هایی بودین که بعد از سقوط حکومت در حکومت ماندین و جایی نرفتین. دلیلش چی بوده؟ نخواستین که وطن ترک بگوین یا هم به خاطر مثل دیگر رئیس ها رو حتما جایدادی داشتین که ماندین در کشور؟ جایدادی چی نداریم شکر، به نام خود قطعنش ندارم، به نام فامیل خودم چی ندارم. در تمام زندگی ما یک دوره داریم، خداوند پدر ما بیامرزه، یک نمره است که در فرا داریم، اونم نمره دولتی است که فکر کنم از امروز یک 50 سال پیش زمانی که شهر فرا ماستر پلانش تطبیق شد، نمره بندی شد، یک نمره خریداری کردن اون پیسه های سابق. دیگه امور داریم، خانه پدری ماست، دیگه جایدادی نداریم و در کابل در مزار شریف در جای کدیم کرانشین بودیم، فعلا هم کرانشین هستیم و آدرس خانه رو خونی آدرس برتان بگویم. دیگه خب یک تحول سیاسی به میان آمد، وقتی که تحول سیاسی به میان آمد و نهاد شاروالی کابل که مطلق یک نهاد خدماتی است، نه نهاد سیاسی است، نه نهاد نظامی است و کسایی هم که اینجا کار میکردن تنها منی، بسیار زیاد حالا در سطح ریاست ها اکثریت تغییر آمده، بسیار کسایی هستن حالا مثلا دوست ما کیج استاده است یا کل دیگه کسایی هستن که با شاروالی کار میکردن سابقا و خدمتگزاری وطن بودن، حق کسی را نخورده که فردا دست یک نفر در خانه کسی باشه اما قصه امو پیاز نخورده است و میگه دانه بوی نمیده پیاز نخورده. و بعضی تحول سیاسی آمد، هم ما در حدود 9 ماه 10 ماه به عنوان رئیس نشرات و آگاهی شاروالی کابل فعالیت میکردم، بعد از لزوم دید اداره و رهبری اداره، چون ما نباید در خدمت افراد باشیم، اگر در خدمت افراد بودی با تمام شدن عمر سیاسی یا عمر نظامی یا هر موضوع دیگه که مربوط یک فرد میشه یا عمرش به عنوان مسئول و اداره، تو هم تمام هستی و تو باید بخاطر سیستم کار بکنی، بخاطر وطن و مردم کار بکنی. بعد از اون لزوم دید رهبری اداره همی بود که ما در اینجا نه در اینجا با تو دیده او خب انتخاب هر کس هست، اگر دیدم اونجا میتونه مؤثر باشه، مؤثر واقع شوه، میتونه کار بکنه، خب انتخاب میکنه کار بکنه و اگر نبود انتخاب نمیکنه. ما دیدم میتونم مؤثر واقع شم و کار کردم، وطنم از وادم و چیزی که یاد گرفتم میخوام از استفاده کنم. ما شاید جواب سوال میکنم دراز شد، بسیار بخشی مشکل نیست. ببینه امی قصه بسیار واضح است،
امی لحظه ای که هر کس در هر شغلی در هر جای امرار معاش میکنه، زندگی میکنه، وظیفه داره، خودت به عنوان کسی که مثلا یک یوتیوبر هستی، تو یاد میگیری، در کنار کار میکنی، یاد میگیری و تو باز به حدی میرسی که یک سرمایه از جور میشه برای می وطن. ما اگر پانتون خواندیم از پول امی مردم می وطن بوده مفت خواندیم، حالا مثلا ماسری جداش شخصی خواندیم، اگر تو امروز به اینجا رسیدیم در یه اداره کار کردیم، یه اداره رو شناختیم، یک کپاسیتی بیلدینگ یا یک ظرفیت سازی برای ما شده و مطمئن باشین یک نفر دیگه که بیاید بعد عمیق عمر سرش تیر شود و ما بگیرم باز تمام این داشته ها و اندوخته های خود را به یک پیسه سوشال در اروپا و امریکا بفروشم، این بسیار مسخره است. باز در وجه ما چی میشم نهایتش؟ بحث عرق ملی و وطن خو یک طرف میمانه، ما در وجه چی میشم باز به نظرتان؟ چی کار کردم ایتانم؟ این خو یک بخش قضیه. بخش دوم قضیه است که مردم اگه واقعا چیزی بزن وطن میشناسین، اگه واقعا افغان هستین، حالا من نمیخوام بگم کسایی که رفتن غلط اشتباه انتخاب شخصیشان بوده، اما من به عنوان یک کسی که مثلا اساتید و پندونی که رفتن، دولت مطلق امی وطن سرشان حق داره. صدها سفر و ده ها سفر از پول امی مردم رفتن به این کشور و کشور، در روزه 20 روزه 30 روزه سمینار، اما امروز رفته خود اونجا انداخته یک مشهور سوشال شده. اوکی شخصیتش یک طرف قضیه است، شخصیت اکادمی که برای خود جور کرده این حق نداره در باره شخصیت اکادمی که دولت برش ساخته، از پول امی ملت برش ساخته شده، این آدم سفرهای مختلف رفته، این حق نداره او را با خود یک جای ببره. یعنی دو نفر شده این آدم فعلا، یک شخصیت شخصیش است، یکی یک استاد یک پانتون است. و در آینده چیزی که در ذهن افراد میآید، یک استاد یک پانتون به خاطر وطن حاضر نشد در این وطن. من میدونم مشکلات اومده، همه گیر میدونن. خب اگه من تا دیروز ده مثلا فکر کنید فامیل خود را ماهی 3 بار رستوران میبردم، شاید آل 2 ماه یک بار بتانم یا 3 ماه یک بار بتانم یا شاید 6 ماه یک بار بتانم، این رقم ما میفهمم. خب اگه اینجا بریم وطن خو هتل نیست که، اگه سرویسش خوب نبود بریم در یک هتل دیگه، بریم فلان جای هتل بهتر است. خب قصه بشار در آزه است. اگه بخوایم بگیم مثلا کل یک طرف، من میگم امی کل مردم یک طرف، امی کسایی که ادعا داشتن از بطن مردم مردم هستن و که صاحب های محترم، ما این رو به عنوان یک شهروند میگم، نه به عنوان یک کسی کنم، این خود قصه فکر کنم با وجود شما خودمانی هست دیگه، خودمانی هست، به عنوان یک شهروند برشان میگم. امی کسایی گفتن ما وکیل پارلمان هستیم یا نماینده مردم، مثلا وکالت هم میمانه کنار، اگه می مردم تو رو میخوای و از اونا هستی، چرا از این مردم فرار میکنی؟ چرا فرار کردی؟ البته ما وکیل صاحب بودم، سیلاب صاحب همیجا هست، اوتکی صاحب همیجا هست، بسیار از وکلا که واقعا از بطن مردم بودن هستن، اما واقعا اونایی که فراشتی بودن خود رفتن دیگه، چون هیچ کس اونارو جای نمیتونه نمیشناسه. من میگم قصه دولت یک طرف، دیگه یک طرف. خب اگه بخوایم اینو یک موضوع با هم دیگه جمع بکنیم، صحبت های پراکنده که من فعلا کردم، امی وطن ما و شما است، امی زندگی میکنیم، عزت ما اینجا است، آبروی ما اینجا است، ویدیوها رو شما امروز سب میبینید که در این کشور و کشور چه اتفاقی میفته. از اینکه من برم یک کالای مصرفی در یک کشور دیگه شم، نهایت امرش یک خانه با رنگ بهتر شاید داشته باشم، شاید آینده تحصیلی اطفال ما تضمین باشه، اما مطمئن باش نی ولگ مهر پدری از اینشان بمانه، نی مهر مادری بمانه، نی چیزی به عنوان وطن باز نابشناسن و هزار گپ دیگه. چی پوشش میگردی؟ ما شما خبر داریم. برگزاری صاحب، واقعا سخنانتان خیلی جامع است و دیدگاه تمام جوانای فعلی هستند. برگزاری صاحب، وزی بر من بگوین که چگونه پست سخنگویی یا هم سخنگوی شاروالی کابل را قبول کردین و چطور اونا یافتن، واسطه داشتین یا نظر و استعدادی که شما داشتین اونا گفتن که باید این پست باید شما بیاین کار بکنین؟ ما فعلا به عنوان مشاور فرهنگی شاروالی کابل، امور فرهنگی شاروالی کابل فای وظیفه میکنم. خب این موارد نشراتی و مسئله سخنگوی گپای مسئولیتان به پیش میبرم. خب من پیشتر براتون گفتم همیشه مهم نیست که حتما یک فرد باید در اداره باشه که یک نفر حمایت بکنه. ما آمدیم کار کردیم در اینجا، باز تکرار میکنم یک ظرفیت، من هر اداره که شما کار میکنین به ذات خود اگه واقعا بخواین کار بکنین از او یک پانتون است، او خودش یک پانتون، از یک پانتون ساخته میشه و تو محصل او پانتونی و تو یاد میگیری و میتونی به نسل های بعدی که بعدا در اداره میای بسیار گپ ها را، نه که به خاطر تو بسیار بزرگ هستی یا میفهمی، به خاطر که تجربه بیشتر داری برشون بگویی. از این بابت بعد از اینکه اون مسئله اتفاق افتاد و ما دیگه رئیس نشرات نبودم، هیچ گله‌ای هم وجود نداشت، هیچ قرض پدر کسی هم نسوخته که حتما امروز من اینجا هستم، فردا میگن نباید باشی.
خانه پرش اگه دیگه وظیفه پیدا کنم چون میالم در بعضی از پانتونا تدریس میکنم، اگه ایشو شد نشد خب نادش میریم به ولایت خودم اونجا کار میکنیم. یعنی هدف ما به این معنا نیست که وقتی من یک جای کار میکنم تا عمر دارم من اونجا باشم، این غلط است، اشتباه، اینو باید دور بکنیم از ذهن خود. مسئولیت شغلی را من قبول دارم که باید تا حد زیادی از طرف دولت تامین شوه و یک نفر بتونه امرار معاش خوب داشته باشه، اما ای که اگه من رئیس هستم تا زنده هستم من رئیس باشم یا حتما دیگه جای ریاست برام بده، این دیدگاه به نظرم اشتباهه. بعد از اون موضوعی که خب دوست دیگه ما قاریس به واسی الله آمدن به عنوان زاهد به عنوان رئیس نشرات آمدن، ما تبریکی برش دادیم، مدام ایام مریضم بودم، خدا خیرش بده، خانه ما آمد، چیزی که یاد داشتم برشانم گفتم. بعد از اون لزوم دید رهبری شاروالی کابلی بود که در این قسمت ما همکار باشم با اونا و هستم، فردا میش لزوم دید چون باشه به جای مگ نفر دیگه بیا. این خوبه، این معنا نیست که دیگه من قسم خوردم که دمیجا باید باشم، مثل بسیار که از چوکیر کت خود سرش بکنم یک بنده خدا ولایت اعلان نمیداد، گیریانش برآمد، اشتباهی کی بدنم چی میکنی حالا، خدا کنم اونا هم در وطن بیا که ما خدا نخواست تخریب نکنیم و اونا هم برادرای ماست. دمی هر خانه یک شوخ هسته، یک آدم زیاد شوختر که اگه آدم یک خانه یک دیوانه هر چیز داریم دیگه جور میایی ماما بینه. بارکزای صاحب، در بسیاری جای که ما میریم به خاطر گزارش گرفتن بالخصوص کار روان میباشه یا سرک ساخته میشن، از مردم میپرسیم میگن که این سرک به دلیل ساخته نمیشد که اینجا یک زورمندی وجود داشت و فلحال سرکایی که ساخته میشه هنوز هم زورمندایی هستن و با امور قم مردمی که انتظار داشتن که سرک ساخته شد فعلا ساخته میشه خیلی خوش هستن. از حال به بعد به عنوان نمان شروعالی کابل گفتن پیشتر کل گفت ها شخصی در بود خو. واقعیت است، یک واقعیت است، ما نباید این کار بکنیم. من این فهمم یک تعداد افراد به چی نام می آمدن خود را به نوی حاکم میتونی فرض بکنی یا وکیل یک عده‌ای از مردم میگرفتن و هیچ کارم برشان نمیکردن. چرا؟ چون خانه فلانی خانه است، چرا؟ چون خانه بستانی خانه است. نمونه واضح دشت برچی دمی طول 20 سال با همین نفوسی که داره یک را داشت. چرا؟ به خاطری که دشت برچی باشه برای یک تعداد افراد یک پاکت قومی، یک پاکت سیاسی و یک را داشته باشه و هر وقت خواست ایرا رو با در دادن 4 دانه تایر مسدود بکنن و باز این طرف حکومت خودشان باشه. نه، شهری را قبول نمیکنه، شهر قریه نیست، شهر قبیله نیست. عملا الحمدلله شما این دشت برچی تا پایان امسال حداقل 4 راه داره، 4 راه بسیار پخته که ما نمیخوایم که یک بخشی از شهر که یک نفوس عمده در اونجا افتاده است و میتونه یک فعالیت اقتصادی کلان در تمام شهر داشته باشه او محدود باشه، نه تنها قسمت های شرقی کابل. زورمندا با سرک چی کار داشتن؟ چی سودی بر از اونا میرسید که ساخته نمیشه؟ از دید ما، البته دید ناقص ما اولی بود که میخواستن بعضی ساحات را قصدن محروم نگاه دارن که همیشه یوخته وجود داشته باشه و یک فردی که حالا خود را اونجا حاکم میدانست یک پلچک هم جور میکرد مردم کل بر چک چک کنن. یک بخش دیگهش با نه دیدگاه دیگه داشتن، دیدگاهشان این بود که خب این قسمت باید محروم باشه، یعنی با تمام شهر وصل نباشه، یک را داشته باشه که من هر وقت خواستم به عنوان یک آدرس به خاطر تیکت انتخاباتی خود استفاده بکنم. یک بخش دیگهش واقعا تبعیض داشتن، مشکل داشتن. یک بخش دیگهشان هم رفته بود یک جای کلان غصب کرده بود، نمیخواست ماستر پلان شهر کابل میخواست بیخ تغییر بده. بعضی خبر دارن چارچوب طراحی شهری شده، مطالعات ساساکی و جایگاه حقوق سای تکنیکی از پشتو نمیگرده. اینا حالا ما چی میکنیم؟ شهر کابل را با تمام جامعیت شهر کابل، یعنی شهر کابل یعنی 22 نایه، شهر کابل تنها نایه 4 نیست، نایه 10 نیست، نایه 2 نیست، نایه 1 نیست، نایه 22 هم نیست، 22 نایه شهر کابل یعنی شهر کابل که الحمدلله بر اساس فیصله آخری هم که آمده از کابینه ولسوالی بگرامی و چهارسیب مربوط شهرولی کابل شده، چون واقعا چسبیده بود به بعد نوای منای 22 نایه‌اش بعد نوای مبشر همسرت بود با او. یعنی ما این را با این جامعیت می‌بینیم همیل اعظم که درباره پروژه های سال 1403 در شهرولی کابل جلسه جریان داره، ما با ماهیت انکشاف متوازن شهر میبینیم. اگر در بعضی نوای کار زیاد شده بسیار گپ خوب است، سعی میکنیم نوای کار کمتر شده اونا هم کار زیاد شده، چون اون نوای باز پتانسیل بهتری داره. یک اونجا ساختساز از این بعد که میشه ما میتونیم کنترل کنیم رشد حساب انکشافش به نوع پلانی باشه و از کل مهمتر ما نباید دیگه در شهر کابل جای را داشته باشیم که محروم بوده بگیم ولا نقطه محروم شهر کابل باید همین دید دیده شود. سوال من ماند جوابش که گفتم زورمندی وجود داره فعلا؟ عملا فعلا ما چیز به اسم زورمند نداریم و کسی هم نیست که مردم را بر علیه یک موضوعی تحریک بکنه یا بر علیه شهرولی کابل. ماستر پلان از سرک تیر میشه، مطابق قانون به کسی که ملکیتش در سرک استملاک میشه یا استملاک میشه به خاطر موارد عام المنفعه، اگر زمین از خودشان باشه به دو دیده هم قیمت زمین یا خساره زمین هم خساره ساختمان داده میشه و در صورتی که زمین اینها از 100 متر مربع یا 1.20 زیادتر باشه مطابق اصولی که وجود داره باید رجوع شود و اینا یک نمره امتیازی هم میتونن مستحق شوند. مسئله بعدی است اگر زمین دولتی بود تنها خساره ساختمان برشان داده میشه. بسیار قصه واضحه است،
شو هیچ کس ثابت کرده نمیتونه که بعد این تحول سیاسی یک سانتی متر زمین شخصی کس گرفته شده باشه و یکی یک نفر نمیتونه تثبیت ملکیت کنه مربوط خودش میشه اداره که تثبیت ملکیت میگه در افغانستان زمینا رو اداره محترم اراضی هست و زمانی که یک نفر ما خانش رو استملاک میکنیم یا هر موجود دیگه اسناد رو روان میکنیم اداره اراضی اگر ملکیت اونها ثابت شه که از اون اداره اراضی تصمیم میگیره و بر ما مکتوب میشه اگر دولتی هم باشه از اون طرف میشه و ما اجرات خود میکنیم. بارگزای صاحب، بعضی خبرای شنیده بودم که گفته بودن کسایی که زورمند هستن یا غاصبین هستن جایدادهای از اون شاروالی کابل به بررسی میگیره و زمینایی که مربوط دولت میشه دوباره از اونا پس گرفته میشه. آیا این کار را شاروالی کرد یا فقط گفت و خاموش مونه؟ یعنی این قصه است که کسی که زورمند با جایداد گرفته باشه حتی جایداد از اون نیست. خب که وای برزی جوان یک کمیسیون کلان در صد افغانستان کار میکنه، شاروالی کابل عضو وسته بسیار به نتایج خوب پیدا کرد و کمیسیون و ما نمیخوایم به عنوان عضو یک کمیسیونی که در ریاستش وزارت محترم عدلیه است خدا نخواست در شغل اونا تشبث کنیم و ما بگیم، اما من اینو براتون گفتم میتونم که در شهر کابل تمام مواردی که بود به همین کمیسیون راجع شده و تنها در سال گذشته 1300 جریب زمین در دو سال گذشته پس دوباره برگردانده شده به شهر کابل که اکثریت متاسفانه دنای 15 یک نفر خدا خیرش بده کوچه است، سایه فلانی است، یک بار میبینی امی فاصله کوچه تا کوچه دیگه زیاد است، بسته کوچه را برای خود خانه جور کرد، بسته کرد دو طرفش را، تا پلان را نمیدیدم میفهمید چه کوچه است. او تو جا را باز کردیم، پارک را آزاد کردیم و این کار ادامه خواهد داشت چون مونجان یک موضوع نباید فراموش کنیم، یکی است که ما میخواهیم تصفیه صاف صورت بگیره، یکی هم است که باید یک آسودگی خاطر ما به بعضی مردم داشته باشیم. ببینید اگه ما بخوایم براتون صحبت کنیم از سال 1360 به طرف یا 55 به طرف مامورین دولتی داشتیم که بسیار با انسانیت و شرافت کامل زندگی کردند، با معاش و ماموریت ساختن اما جای را غصب نکردن ولو صلاحیت چه داشتن و امروز تا زمانی که میبینیم در بستر بیماری است و فوت میکنه یک متر زمین در شهر کابل نداره، با ایمان زندگی کرده، اما او طرفش یک آدمی که دروز یا وکیل بوده یا دروز یک پست بوده صدها جریب زمین را غصب کرده، امیر بنوان یک فرد امی جامعه عدالت اجتماعی باید برقرار شود که تا اولاد امو آدمی که پدرش در بستر بیماری فوت میکنه و از ناداری به خاطر که با عزت آمده ماموریت کرده به خاطر وطن او بچه‌ش هم بگه آفرین پدر تو خوب کار کردی، نه که این طرف حسرت از یک گپ دیگر بخوره. این موضوع باید تامین شه و به نظر من امی وقت بهترین وقتش هسته که همه چیز بررسی میشه و هیچ کس خدای نخواسته خواهان ملک شخصی کسی دیگری نیست، حق دادن جان دادن هسته، تمام موضوعات بررسی میشه و در این راسته براتون گفتم کمیسیونی کار میکنه که در رأس وزارت محترم عدلیه و شاروالی کابل همکارش است و در قسمت همکاری از هیچ نوع همکاری با این کمیسیون دریغ نورست. بخیر سلامت باشین بارگزای صاحب. از کسایی که رفتن به طرف خارج و جایدادهای داشتن اونا نگران جایدادهای خود هستن که مبادا حکومت نبیه اون جایدادهای ما را نگیره، چون ما نیستیم. از کسایی که چهره های سیاسی بودن یا هم چی یا کسایی بودن که یک نفر بگو جایداد ما را گرفته فلانی، نگرانش هستن که مبادا نگرانش نباشه نور خوب بخیر بیاین بیادره، میگه کسی که دوز نباشه از پادشاه نمیترسه، بخیر بیاین امینجا وطن ما و شما واسه ما مطمئن هستم، ولو که هر چقدر اونجا امکانات خوب داشته باشی بازم به نام افغانستان هست. یعنی تمام کسایی که در افغانستان هست یک گفت دیگه برات میگم، خب هر کسی که هست یا بوده یا رفته از زندگی افغانستان منفی کنه مثل یک پنسل پاک بره از زندگیش افغانستان پاک کنه چی میمانه طرف؟ یک آدم بسیار عادی هست. پس بیاین اگه هر چیزی داری یا نداری همینجا بیاد این وطن، وطن خود است. اما در قسمت جایداد تا جایی که ما در جریان هستیم چیزی از مردم گرفته نشده، خب بعضی افراد از پول برق قرضدار هستن، از نماینده خواسته شده اگه خودتان میین بسم الله بیاین اینو نمایندیتون روان قرضداریاتون داده شوه، بعضی ها از بعضی ادارات قرضدار هستن بعد قرضداری ادارات را بتن و خب یک بحث الزامی هست. اگر در این راستا اینا پول ندارن و نمایندیشون میای جایدادشون مثلا لیلام میکنه و بحث بعدی است، دو کسی چیزی گفتن نمیدونم، من میال از خود مثلا دلک افغانی قرضدار هستم پول ندارم حالا من مفروشون پیسه ایت را میتونم، او کار شخصیشان است. اما دولت یا خصوصا شاروالی کابل جایدادش کسی را به زور نمیگیره، دو بیشنه حتی کسایی که رفتن هم جایداداشون یک کمیشون تنظیم شده به کرا داده شده و دولت داره کرایش جمع میکنه که آدم اگه 2 سال بعد میای 10 سال بعد میای 20 سال بعد میای برادر 20 سال از جایدادت فلانی استفاده کرد اینو بگیر، به خاطر چی؟ به خاطر که از غصب حکومتی هستن اونجا. بله
فرق نمیکنه با افراد مختلف زاده شده، به خاطر که از غصب جایداد جلوگیری شوه. جایداد از اینکه از آدمای فکر بکن نام نمیخوام از فلانی خان بوده، امی حال افتاده است، امکان غصبش بسیار بالاست. اینا دانه دانه دیده میشه، بررسی میشه و به کرا داده میشه و پیسه کراش جمع میشه. یادم خدا کنه 10 سال بعد بیای 100 سال نواسش بیای، مطابق قانون حق خود را میگیره، میتونن کرای خود بگیرن هم خدا. بله دوستای عزیز، کسایی که نگرانش بودین، اینا میتونین بین کرای تانه بگیرین و خانه تانم تسلیم شوین، کرای تانم بگیرین. بارگزای صاحب، روی ساختمان سازی بگوین، قسمی که ما در جریان هستم میگن که بخش ساختمانی، چون از بعضی کسایی که کار میکردن میگن که کاربار به دلیل از این است که فعلا ساختمان سازی بند شده، و میشه در این قسمت بر ما بگوین که فعلا کار جریان داره، مردم میتونن که ساختمان بسازن؟ ما که آدرس دیگه هم تو را میتونم دمی دو طرف سرک گمرک، همینجا میکسر پلان ها هست، یعنی کانگریس پلان میکنه. تو از نا پرسانگ بگو امی حالی که وقت بگیر بر تو یک هفته که وقت میتن، بخاطر که میک کار زیاد هست ساختمان جور میشه، ما یک هفته بعد میتونم ساختمان تا رخت بکنیم ترش را. کار در تمام شهر کابل آزاد است، اصول داره. اصولش چی است؟ زمانی که میخوای خانه خود را آباد بکنی بعد از شهرولی کابل مجوز بگیری، زمانی میخوای در شهر کابل متروانی کنی باید لیسانس داشته باشی، اگه لیسانس نداشتی اجازه متروانی نداری. ها اگه من لیسانس ندارم باید ادعا کنم نمیتونم بگم در شهر کابل متروانی اجازه نیست، یا اگه من برای ساخت ساختمان خود جواز نگرفتم بگم ولی در شهر کابل کار بند است. در ده ها و صد ها جای عملا کار جریان دارن میاله، حتی کسایی که تخلف داشتن عریضه میکنن، مسئله تخلفیشون مطابق قانون رفع میشه و میتونن تکمیل بکنن ساختمان. شکل ساختمان نو میخوان جور بکنن و برشون جواز داده میشه. اگه ساختمان سابقه بوده خوش شرط داره، دو شرط عمدهش که نمیتونن کار بکنن. یک، اگر ساختمان استحکامیت کامل نداشته باشه، ساختمان سمپل یا فاندیشنش مال 5 منزل باشه تو 10 منزل سرش بالا کردی، یعنی باجی با جان مردم، اجازه کار نداری. اگر ملکیتش تثبیت نشه و در ساحه سبز، در پارک، در ملکیت غصب بده، کسی اجازه کار نداره. غیر از این دو شرط کار کرده میتونن مطابق اصول که در کجا 5 است، در کجا 10 است، در کجا 15 است، مطابق به زونینگی که وجود داره کار میکنن. خیلی ببینید، بارگزش از فساد اداری بگوین. یک زمان یک نفر اگر میخواست که یک کار انجام بده، یک کار ناشده با پول میتونست شد بسازه. هنوز هم هست پول کار ناشده شد میسازه؟ والا ناشد و قطعا فکر نکنم شد بسازه، چون امی کسی که در رأس اداره است تا ماموری که در پایین است اینا کلش در خدمت مردم هستن، و زمانی فساد ایجاد میشه که اینجا یک چیز به اسم بلاک با وجود بیاد. شما نمیتونید فکر کنید مثلا افراد رأس اداره رو ببینین، اگه یک ریاست باشه، یک شورولی باشه، یک معینیت باشه و افراد پایین باز اینجا کار خود رو شروع میکنن، چون اینا خب دیده میتونه مامورین. وقتی که دروازه باز باشه، هفته یک بار یا دو بار به شکل عمومی تمام شهر کابل هم بخوای شهرواس بر دیده بتانه، رو در رو مشکلش را گفته بتانه، بازو تو آدمی هست که بخوای تقاضای رشوت بکنه یا بخوای کار دیگه انجام بده، به خاطر فیصدی بی نهایت پایین اومده، حتی میتونه نزدیک به صفر شده، اما هنوز هم پرسجوا جریان داره، هنوز هم اکثر کسی ثابت شد و آدم مطابق قانون هم منفق میشن به نهایت دیگه قضیه سپرده میشه. خیلی سلامت باشین. در سوشال میدیا آوازه مترو است. ما بیشتر اول میخوایم امیر بر بالخصوص در قسمت سرک دارلمان که عکس های مانده میشه میگن که مترو ساخته میشه. البته پلان مترو در زمان جمهوریت همچنان بود، زمان جمهوریت همچنان بود و فلحال مردم زیاد علاقمندی به این دارن که بفهمن که آیا افغانستان خاطر است که مترو داشته باشه، یعنی امکان پذیر است که افغانستان مترو داشته باشه. امیدواری ما داریم که نه تنها مترو افغانستان داشته باشه، بلکه یک وقتی ما مثلا کارخانه تیارسایی بوینگ از افغانستان باشه. این امیدواری است و باید هم باشه به خاطر که پیشرفت کنیم. بخش عملیش نه، من امیر میگم نه، این خب بس امیدواری شو برات گفته. بله، اما ای کی گفتن الینج مترو جور میشه، این کار گفتم شما یوتیوبرات که به خاطر ویو ای کار کرده اکثریت است. شما را میگم این تیپ به حساب بدبختانه دیگه، حالا ما شامل رنگای رفیقای دیگه اوت مثلا نیست. ببینید ما در سرکای نو که ساخته میشه به شمول سرک کوتل، ما به خاطر بس های بی آر تی 6 متر جدا میکنیم که در بعضی جا اون به عنوان مترو یاد میکنم، بس بی آر تی را. خود در آینده ببینید سیستم ترانسپورت زمینی افغانستان مسئولیت ایجادش و مدیریتش مربوط به وزارت مثلا ترانسپورتش نیست، شهرولی کابل. شهرولی کابل وظیفه داره زیر ساختار را جور بکنم. با می خاطر ما گفتم ما در دیزاین های نو مسئله بس بی آر تی رو مد نظر میگیریم. میشه 10 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد
همین تصمیم گرفته شد در قسمت زیر ساخت ما مشکل نداشته باشیم، اما برای فعلا اینکه ما تو گپ میزنیم مسئله متروی وجود نداره، اما نیت داریم، اراده و انگیزه سی در آینده بتونیم داشته باشیم و اونم از طریق وزارت سکتوری خودش که وزارت محترم ترانسپورت هست، یعنی تمام سیستم های ترانسپورت شهری داخلی بیرونی حتی هوایی مربوط به وزارت محترم ترانسپورت میشه که اونا شاید معلومات طرف شما پیشنهاد شده بر از اونا، چون یک اداره هستین که به یک دیگه وابسته هستین، یعنی باید ما زیر ساخت کار بکنین، ما زیر ساخت را کار میکنیم و با توجه به نفوذ فعلی شهر و وضعیتی که فعلا شهر داره، ما در صددی هستیم که بتونیم سیستم ترانسپورت شهریش اول خوب منظم کنیم، بعد از اینکه ظرفیت بالا رفت بدون شک به مترو هم فکر میکنیم، تر براش جور میکنیم، کار میکنیم. خیلی میبینید سلامت باشین. باز هم کسایی که شایعات پخش کرده بودن که اینا سخنگوی صاحب گفت که تام از جمع از مو هستین، دیگه ما خبرنگار هستیم مجبور هستیم. حاضر مترو دروغ است واسه کلا سعی کنه. نه خیر. خب میشه در قسمت پل‌های هوایی یا پل‌های زمینی بالخصوص چهارراهی برکی که قبلا ما ویدیوی از طرف صفحه شاروالی کابل دیدیم که یک پل زیرزمینی برای ساحی برکی در نظر گرفتن، آیا او عملی میشه نمیشه؟ چه زمانی عملی میشه؟ منتظرش باشیم؟ اما گفته مردم عام نمک خورده بیشینیم دیگه. نمک اگه میخورن زیاد نمک نندازین که باید میدارم میشارانه، ولی جدا از وقت شوخی کردم با شما، بله پلان هست انشاءالله، چون فعلا ما روی پلان 1403 کار میکنیم و همه چیز خاک هست، هنوز نهایی نشد، چون نهایی شد خود ما اعلان میکنیم برای مردم، نمیخوایم امیدواری کاذب ایجاد کنیم، خدای نخواسته دروغگوی شویم برای مردم، نمیخوایم بگیم نه هیچ چیز نمیشه. بله یکی از بحث های داغ مسئله همین پل هوایی برکی است، یکی از بحث های داغ و یکی عملی میشه در سال آینده یا نمیشه شم یکی از بحث های داغ است. پلان که نهایی شد خود ما برای مردم اعلان میکنیم، اما نیاز است که شبیه که نیازهای مهم است و تمام رهبری شهرولی کابل به این عقیده هستن که باید شد. باز تکرار میکنم، زمانی که تصویب شد که همین پلان سال 1403 است و این موضوع هم در او شامل بود، دیگه اوجه برادر نمک ها نخورن و منتظر اجرایش باشن. بارگزای صاحب متاسفانه بگویم که هنوز هم بسیاری از هموطنان عزیز ما هم شاید کامنت بانند در قسمت اقتصاد هموطنان عزیز ما که بسیار ضعیف است، و در صورت که اقتصاد هموطنان عزیز ما ضعیف است اما شاروالی کابل تعرفه ها یا هم همون تکس یا هم فیس خدمات شهری یا بالخصوص کتابچه های صفایی شهر کابل بالای مردم، یعنی تحمیل میکنن که باید او تمامش پرداخته شوه، یعنی باید صفر شوه، با آن هم که میدانن اقتصاد مردم ضعیف است، در این قسمت چطور زیادتر توجهتون به طرف عواید شاروالی کابل است در صورتی که مردم هم نادار هستن؟ ببینین مسئله به مشکلات اقتصادی چیزی نیست که از کسی پوشیده باشه، واقعیت است، اما در قسمت شاروالی کابل بعضی گزینه های خاص وجود داره، مثلا خانه‌ای که می از صفای خود را می‌پردازن عموماً 400 افغانی تا 250 افغانی هم داریم، 700 افغانی است. خانه‌هایی که بالا میشه ده 2000 و 3000 و اونایی که تجارتی هستند مارکت هاست و اکثریت عواید ما مزو است. و اون آدم آدمی نیست که نداشته باشه. یعنی شما نمیتونید یک جایی را پیدا بکنید که شاروالی کابل خانه انفرادی یک فرد لاکمور کرده باشه، اما وقتی می یک بلند منزل 30 منزل است، تنها قیمت موترایی که از این بلند منزل داخل و بیرون میشه به میلیون ها افغانی و دلار میرسه، خب اینا وظیفه دارن که مو صفای بلند منزل خود را پرداخت بکنن. حالا که خوردم دیدیم غرفای خوردم حالا میایم سری میایم، خب حال آن کی سری که اینا مثلا تجارتی هم استفاده میکنن به کرا دادن به 200 و 300 و 400 و 500 دلار، یک بخش قضیه ما خانه را برتون گفتیم. بله. اما میایم سر سکتور اقتصادی، غرفه هم یک سکتور اقتصادی هست، رهایشی کار نمیکنه که از غرفه تجارتی هست. ده قسمت غرفه دو گپ اساسی است، یکی کابل شهر غرفه نباید باشه، صنفی که برای ما مهم است و تمام دنیا اونم میشناسه مسئله دکانداری است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و فیصله کابینه بدو دیده ما هم درک میکنیم، و کسی که یک سال دو سال در یک جای فعالیت کرده ساحه عمر بند انداخته و مطابق قانون در ملکیت عام زمانی که فعالیت تجارتی میکنه بعد یک فیس خدمات شهری بده، این آدم باز اگه به این شکل بخواد برخورد بکنه این قسمه با او پیش رفته نمیتونه و بهتر است که اون جای باز باشه و سرک باز باشه. اما شاروالی کابل در قسمت قسمندی همیشه فلکسیبیلیتی خود یا همکاری خود را با مردم داشته و بازم داره و این شهر باید جور شد. و باز تکرار میکنم اصل موضوعی که در قسمت کاریابی هم وجود داره شاروالی کابل بود توجه کرده، 167 بست خالی انجینری و مسلکی داشتیم، اجیرین انجینری دیلان دادیم از طریق امتیان رسما بر ما معرفی شدن
در قسمت ایجاد اشتغال پروژه پی 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 داریم به شمول سرک میدان که یک ساختمان ساخته میشه که اونجا تقریبا 11 منزل است. در اینجا از گلکار گرفته تا برادر برد بگم به انجینر نیاز است که کار اینجا پیدا میکنن. تقریبا 200 الی 300 دکان ایجاد میشه اینجا، باز برای مردم شغل ایجاد میشه، از دکان استفاده میکنن. پروژه شهرولی کابل در صد شهر اجرا میشه، به بیش از 30 الی 40 هزار نفر عملا زمینه کار را برابر کرده و به شکل غیر مستقیم این موضوع تا 2 لک و 3 لک در پروژه یونفس میرسه. این 2 لک 3 لک نفر کار میکنن عملا که محتمیال صحبت میکنیم به شکل غیر مستقیم، اما به شکل مستقیم تا 30 هزار 40 هزار نفر میرسه. ما میال 101 پروژه داریم که عملا سرش کار جیران نمیل از این موضوع صحبت میکنیم. 101 پروژه که همگیش پروژه انکشافی هست، یا سرک ساخته میشه یا جوی ساخته میشه یا جوی تست یا پیاده رو است، از این تیپ کار هست که این مردم دوجه کار میکنن. در 101 پروژه ما و شما در بعضی پروژه تا 500 نفرم کار میکنن، تا 600 نفرم کار میکنن. شما حساب کنید نمی چقدر میشه. قربانتون برگزار صاحب، بیشتر پروژه‌ای که شورولی کول روی دست گرفته پروژه است که در زمان داوود خان ساخته شده و چطور خواستن که پروژه روی دست بگیرین و حتی پروژه است که حتی مردم نمیفهمه که خانه ما در نقشه است، یک زمان داوود خان نقشه کرده و فلحال سرک از اینجا عبور میکنه. ببینین پلان انکشاف شهر خود اکثر جا بسختان نوایی هست. یکی مطلق پلان داوود خان باشه اوتر یک اپ نیسته. خب و بدون شک داوود خانی که از زمامدارایی بوده که بسیار یک دیده فراغ در قسمت افغانستان داشته، خداوند روش را شاد بکنه. مسئله بعدی که وجود داره، ما به خاطر شهر کابل چارچوب طراحی شهری داریم، پلان منظور شده داریم که مطابق از او پیش میریم. خب بدون شک امکان داره بسیار از سرک های اساسی و شاهرگ ها دقیقاً همون سرک ها بشه در زمان دیزاین شده، اما بر اساس همون تفاوت های جغرافیایی یا تفاوت هایی که در سایه آمده باشه امکان داره 10 متر 15 متر طرف و طرف فعلا رفته باشه، اما امکان داره که اکثریتش بر اساس ماهیت که داره همون چیز باشه. ولی مطالعات دیگه در جایکا و ساساکی هم انجام داده که در نهایت تمام پلان هایی که برای شهر کابل ساخته شده چارچوب طراحی شهری است که ما اجرا می‌کنیم. و یک سرکی که در قسمت دارلمان گفتم قرار بود دیوار عدلی از اونجا برداشته شه و سرک از اونجا عبور بکنه، اما اونجا مردم میگن دیوار عدلی را نبرداشتن، آمدن سر خانه مردم. نه اینطور گپ نیست. شما سرک برین یک بار ببین دیوار عدلی در قسمت پیاده رو ثابت کرده. ببین سرک وقت دیزاین میشه میگه 40 متر، 40 متر خود سرک نیست، 3 متر پیاده رو است، 3 متر پیاده رو است، 75 75 جوجه است، 1.5 متر میشه سرک، 21 متر است یا 31 متر است. دقت کردیم موضوع را و ما حریم سرک را مطلق پاس کردیم. حریم فکر شما فکر کنین او 4 تا دیوار سنادی از برداشتنش تو دقه است، اما انگی خوبم با وزارت محترم عدلیه داره و بسیار همکار خوب ما است. بود قسمت پیاده رو میگه که او را برمی داره، یعنی اینطور نبود که ما به خاطر دو دیوار سنادی پلان را تغییر داده باشیم و این صلاحیت ما نیست که تغییر بده. این موضوع کاملا موضوع شما خیر کار کنین. همین سرک دو طرف داره، نه از این طرف سرک از بالای قصر دالمان استاد شاید مستقیم همینطور ببینین و این بغلش هم ببینین سرک به امتداد خود میره و او قسمت پیاده رو است که ثابت میکنه و اونا خود در نهایت از پیاده رو و مو دیوارا رو میواد. بخیر سلامت باشی. گفتنی های هموطنان عزیز ما بود که بر شما گفتیم. خوب کردی، خوب کردی. چون اونا گفتن که سابقه گفتن که پلان شده بود که دیوار باید برداشته شه و سرک به او شکل بره تا اینکه مردم خانه‌هایشون تخریب نشه. برگزارش میشه در قسمت مردم نازنین ما بگوین که از کارهایتون چقدر راضی است و فیلحال کدام پروژه های بزرگ روی دست گرفتین که سرش کار روان است و هنوز عملی نشده؟ رضایت مردم خوب کار شماست که برین از واپرسان کنین که در چی حد است. خب الحمدلله صحبت های بسیار خوب می آید و هر کسی که هر موضوعی هر مشکلی داشته تا حد توان و تا جایی که چوکات قانونی برای شهرولی کابل اجازه داده باشه به رسیدگی کردیم و میکنیم و باید بکنیم، وظیفه ما است. پروژه های کلان الحمدلله زیاد است در شهر کابل و باید زیادتر از این هم شود. شما به این دو سال بسنده نکنین، با می حالت اگر ما 10 سال دیگه هم پیش بریم باز میتونیم یک 5 دقیقه باشیم یک نفس بگیریم که شکر دیگه هم پیش بریم، اما هنوز حتی ما اجازه برای خود نمیتیم که یک نفس بکشیم، چون هنوز شهرگاه اساسی شهر کابل باید ساخته شود، گره های ترافیکی باید باز شود، پروژه‌ای که سرک قصبه است، پروژه افشار که شما بیشتر یادآور کردین، پروژه کوته سنگی، پروژه کمپانی، پروژه‌ای که در کوتل است، پروژه ای رحمان مینا و ده ها پروژه دیگه. سرک نو بسیار مهمی که فعلا از پل سرخ طرف پل جمهوریت عملا فعلا کار استملاک جریان داره. اینا و ده ها و صد ها پروژه دیگه است که باید در شهر کابل اجرایی شود، چون ده سال بعد شاید پروژه‌ای داشته باشیم که این پروژه برش خرد معلوم شود. او را بگیم پروژه کلان و این پیشرفت ادامه خواهد داشت.
اولین چیزی که برای شهر مهم است و توجه نشده سرکشی‌هاش است که یا بند شده و ما باز کردیم یا اینکه پلان نشده براش، یا که جور شب ان شاءالله رونق اقتصادی هم به وجود میآید و در کنارش پروژه بسیار کلان پی 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 داریم که از جایدادهای شهرولی کابل دیگر نمیخواهیم که کورکورانه استفاده بکنیم، باید به نفع شهر استفاده شوه، به نفع مردم استفاده شوه، به نفع سکتور خصوصی استفاده شوه، هم شغل ایجاد شوه و هم بتونیم نمای شهر زیبا بکنیم. از عواید شهرولی کابل بگوین چقدر شده؟ عواید بال سال تمام شد براتون بگیم، سال گذشته چقدر؟ چون سال گذشته خوش ما خبر دارین ما راپور تقریبا 14 ماهی که داشتیم در حدود 5.3 میلیارد بود که البته راپور 14 ماه هم نبود، زیادتر بود از اسد او سال تا پایان سال دیگه تقریبا راپور میتونه بگیم 16 ماه بود 5.2 میلیارد بود. بسیاری پروژه را خود شهرولی کابل با عهده داره و خودش میخواد بسازه، تمویلش بکنه، از مو عوایدی که سالانه به دست میارین دوباره خرچ سرکا و گدروا میکنین و ای چقدر خوبتر است که مردم همچنان دوش با دوش با شما استاد شوه، در قسمت کسایی که توانش دارن البته شرکت دارن میتونن امو چیزی که مربوط شهرولی کابل میشه و حق شهرولی کابل رو بپردازه تا ای که دوباره سرک ساخته میشه. گپ میجاست وقتی ما میگیم صفای ناچیدی که حق شهر است امیر پردان خاطر ای است. البته در بخش های دیگه سکتور خصوصی خصوصا زیباسازی چاره ای الحمدلله همکاری خوب داشته، خانه شان آباد مادشان میبوسید. و مسئله بعدی که وجود داره است که بعد از این تحول سیاسی نه یک افغانی وزارت محترم مالیه و نه هم پروژه های بانک جهانی هیچ کدامش اجرا نشده و تنها و تنها عواید شهرولی خود شهرولی کابل است. شما گفتین اکثریت، من میگم تمام پروژه های شهرولی کابل از طرف شهرولی کابل تمویل میشه چون هیچ درآمد دیگه ما نداریم و دست اما جریان اداره پیشتر یا حکومت پیشتری که وجود داشت به گونه مشخص پروژه های کلان مثل سرک کوتل که مسئله ولایات بود در اینجا حتما وزارت مالیه کمک میکرد، اما فعلا این کمک ها نیست و شهرولی کابل الحمدلله به این پویایی رسیده که هم سرپای خود استاد شوه، بتانه شهرولی را چالان نگه داره و هم بتانه رکورد بزنه در تطبیق پروژه های عام المنفع و تطبیق پروژه های انکشافی که در ده ها سال هم نشده بود. کار که فعلا شهرولی کابل میکنه مثل اون شایعاتی که در صفحات مجازی است میگن کابل یا افغانستان به اروپا تبدیل شده، تبدیل خواهد شد؟ اروپا دیگه ما نباید اروپا رو تارگت خود برای خود انتخاب کنیم، افغانستان از کابل باید کابل باشه. شما یک بار برگردین برین به وقار کابل ببینین که زمان کابل وقار داشت جای دونر نمی هندوستان و ایران و پاکستان حتی می اروپا رو ببینین چی بود، از اوج می اومدن کابل را می دیدن. کابل بعد کابل شو که از اروپا مردم بود بر دیدنش بیاید، کابل بعد کابل شو. سلامت باشین، گپا را بازم شخصی تر می سازیم. وقت فراغت چی میکنین بارگزای صاحب بعد از اینکه کار را تعطیل میکنین به خیر چی کار انجام میتین، کجاها میرین؟ والا این کار شاید ما را تعطیل کنه، ما تعطیل نکنه می کارا دیگه. الحمدلله همکاری با رسانه ها داریم صبح شب، حداقل ما خود خوب چهار وقت ارتباط هستیم بلد. خبر داری گپا، یعنی کدام وقت خاص نده ولی تا 4 بجه میکنم، 6 بوده، 7 بوده، 8 بوده، صبح وقت بوده. خب الحمدلله در کنار گپایی که وجود داره صبح وقت و دیگری در بعض از پنتونام با محصلین محترم همکار هستم، مصروف تدریس هستم و لذت میبرم از این کار و در کنارش جنجالا و کارهای خانه هست. شما بهتر میدانید که در کابل وقتی که فامیل امراد باشه جنجال بسیار زیاد است، علی این خراب شده، علی او خراب شده، علی رو جور بکو، او رو جور بکو و امی گپا هست دیگه، میریم امی زندگی است، لذتش به امی هست دیگه. سفرهای هم داشتین به طرف خارج از کشور؟ والا خارج از کشور یک مریض داشتیم، یک دو سه بار رفتیم، شاید هم یک دو بار دیگه هم بریم، خداوند شفا بده. و تو گپ خاص به خاطر تفریح نبوده، تفریحی که برم از بامیان کد کجای بهتر است. وقت زیبا است. من فرا نرفتم، از فرا کرده کجای بهتر است. بخیر بنده بخش آباد جور شد و قشتی پر خود 100% ما برم که او دیگه یک لذت یک شکوه دیگه داره. شاید باورتان نشه ما وقتی که این تصاویرش با بعضی از آهنگای میهنی میبینم عاجل گریانم میگیره، بغض در روی میآید که آب تو سایکو این زندگی را سایکو و ما به خاطر گندم انوت احتیاج ای بخری کانال که کارش خوب یک فاز رو بتمام از فاز دومشم شو از زمینای اطرافی بخیر در دست کشاورزا و دهقان که بکنه بخش آمده و بیشتر بیایه و این هر چیزی که شوه ما میتونیم یک خط باشیم بخاطر و خط به تولید گندم آسیا شویم، خط به تولید ترکاری شویم، همونطور که فعلا دفرا هستیم. ما دفرا با وجودی که مشکلات آب وجود داره بخیر بخش بند بخش آباد مشکلش حل شوه، شما میدانید که یک بهشت است بخاطر کسایی که میخواین سبزیجات بخورن. ما یک مسافر داشتیم چند روز پیش از اروپا آمد، بعد از 38 سال افغانستان آمد، خب آخرین باری که ما خودم عمه ما بود بودن 20 سال پیش 25 سال پیش آخرین بار ما او رو دیدیم
آمد بامیه را دید. ما فرایا برای بیندی میگیم. خب آمد بامیه را دید. خب ما سودای خانه را میشد مارکت میاریم اردن خلاص تمام شد برای ما، چون کیلویی با تعداد الحمدلله زیاد است، بخی از تعداد شاد سر رقمی شد در فامیل دیگه. اینا دید گفت به قضیه ها خاطر چی میاره؟ گفتم چرا؟ گفت اونجا ما تقریبا 800 گرامش 8 یورو میخریم، 800 گرام بامیه. اما اینجا ما که خرید کردم و بامیه بسیار خوبش هم بود، فکر کنم سیری 7 کیلو رو 170 رو پا ما خریدیم، یا رومی را کیلوی 16 یورو میخرن. شما فکر بکنین تفاوت را. و باز ما برش قول دادیم، حالا فعلا هم خانه هست، فرار رفتن یک چکر میاین بخیر، شاید یک در روز دیگه هم با ما باشه. گفتم تا زنده هستی همینجا و در کابل هستی، هر غذای دیگه که باشه یک قاب بامی برش ما جداگانه هست. ایش بیشال از طرف ما کیلوی اشیرویی نخواد قدر اشتیام داشته باشن بارگزه سیب. منم مگم زیاد بامی خورده نه هرچی ما جال بامی ها رو میخوره. قربانتون بارگزه سیب، سلامت باشین از این که دعوت ما رو پذیرفتین. قربانتون از داشتایتون استفاده کردیم، خیلی داشتای خوبی داشتین. بازم بر هموطنان عزیز ما چی گفتنی دارین؟ چی میخواین از من حیث یک کارمند دولتی، کسایی که خودت بیننده هستن و علاقمند هستن، چی میخواین از اینا؟ برادرها اگر تیپ گپ گپ شارولی باشه، خواهش ما هست که همیشه با ما هم کار باشین، چون شارولی همون خدمتکار است، صاحب شهر هم همیشه ما هستیم. یک موضوع. مسئله دوم، به عنوان یک افغان، به عنوان یک شهروندی که اینجا زندگی میکنه، به عنوان یک فردی که بالاخره در این جامعه کلان شده، همینجا درس خوانده، همینجا یاد گرفته و از همینجا از یک چیز جور شده و خیلی کسای دیگه هم از ما بسیار بهتر هستن میاله و همینجا هستن، خانشان آباد، خلاقیت به خرج بتن و بعد این حالت رو ما و شما حل بکنیم. این موضوع را و ما باز اون قصه گله هستیم از استادای پانتون دجو، از خیلی اش رفیقای ما هسته که شما اگه مثلا محمود احمدی نامت هسته، تو خودت هستی. وقتی که اومدی شدی استاد پانتون، شدی رئیس پانزه، 10 سال 15 سال کار کردی، ده ها سفر رفتی، از پول می دولت ماستری خواندی، تو شدی یک شخصیت معنوی جداگانه که سوار برای محمود احمدی هسته. اگر محمود احمدی علاقه شخصی خود داره میخواد یک جای بره، این شخصیت نباید بکشه، نام شخصیت نباید دفن بکنه که متاسفانه اکثریت اساتید ما شده و ما میدانم بسیارشان در صدد آمدن هستن، میخواین پس بیاین، بخیر بیاین و این وطن با علم آباد میشه، دروازه علم باید همیشه باز باشه. بخیر، سلامت باشین. خب دوستای عزیزی بود برنامه ویژه ما، برنامه چهره ها و اولین مهمان ما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل بود. خدا کنه که خوشتان آمده باشد. تا دیدار بعد که من موین مهرزای در خدمت شما حاضر میشم، شما رو به خدا اند یکتا میسپارم، شاد خورم، زندگی آرام استاد داشته باشین. بازم تشکر، قربان، بخیر، سلامت باشین.